به نام خداوند توانا، عرض سلام و درود دارم حضور همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز چینل یوتیوب AF Genius یگانه منبع دقیق ترین و معتبرترین اطلاعات روز. عزیزان بیننده، شما را به یکی دیگری از برنامه های معلوماتی از چینل یوتیوب خودتان خیره ها خوش آمدید میگویم. در این برنامه معلوماتی میپردازیم به زندگی نامه رحمت الله نبی، کاندیدای ریاست جمهوری 1398 افغانستان و رئیس امنیت ملی وقت در این کشور. اما قبل از این که وارد موضوع اصلی برنامه شویم، از شما صمیمانه دعوت میکنم لطفاً چینل یوتیوب خودتان AF Genius را سابسکرایب نموده و علامت زنگ را با مهر بفشارید. رحمت الله نبیل که بود؟ رحمت الله نبیل متولد 1348 از ولسوالی چغتوی ولایت میدان وردک است. وی تحصیلات دوران مدرسه خود را در کابل به پایان رساند و توانست مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی ساختمانی از پاکستان اخذ نماید. نبیل پیش از سال 1381 برای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان کار کرده و در سال 1383 به عنوان معاون روابط داخلی شورای امنیت ملی افغانستان در دولت افغانستان آغاز به فعالیت کرده است. وی پسانترها ریاست حفاظت از رئیس جمهور یا PPS را تأسیس کرد. نبیل در سال 1389 توانست رای اعتماد مجلس نمایندگان افغانستان را برای سمت ریاست امنیت ملی کسب نماید و به مدت 2 سال در این پست باقی بماند. وی پس از آن دوباره به عنوان مشاور شورای امنیت ملی تعیین گردید. در سرطان 1393 به عنوان سرپرست ریاست امنیت ملی فعالیت کرد و پس از اختلاف با محمد اشرف غنی از سمت خود استعفا داد. نبیل 3 پسر و 3 دختر دارد و به زبانهای فارسی، پشتو و انگلیسی میتواند صحبت کند. به وی تا کنون 2 مدال عالی غازی محمد ایوب خان و مدال عالی دولتی غازی وزیر محمد اکبر خان اهدا شده است. انتخابات ریاست جمهوری 1398. رحمت الله نبیل خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 1398 کاندید کرد. معاونین او مراد علی مراد و مسعود جلال بودند. او وعده تشکیل کمیسیون مستقل اصلاحات قانون اساسی برای اصلاح قانون اساسی از مجرای همین قانون، کاهش صلاحیت های رئیس جمهور و مبارزه با فساد، تأمین امنیت و برقراری صلح را به مردم داده بود. فعالیت های مهم رحمت الله نبیل. مهمترین فعالیت رحمت الله نبیل برای ریاست امنیت ملی افغانستان تبدیل نمودن لطیف محسود به خبرچین امنیت ملی در پاکستان بود. لطیف محسود فرد شماره 2 رهبری نظامی طالبان پاکستان بود و با اطلاعاتی که به نبیل میفرستاد، ریاست امنیت ملی را قادر می ساخت رهبران بزرگ طالبان را در پاکستان ترور کند. طالبانی که بدون رهبر باقی می‌ماندند به افغانستان عودت می‌کردند. آنان توسط ریاست امنیت دوباره حمایه می‌شد و برای عملیات‌های تخریبی به پاکستان فرستاده می‌شدند. این سیاست رحمت الله نبیل افغانستان را بالاتر از پاکستان نگه می‌داشت. در واکنش به این اقدام، پاکستانی‌ها حملات راکتی بالای ولایت کنر را شروع کردند و تا زمانی که پوشش لطیف محسود افشا شد این حملات ادامه داشت. وقتی آمریکایی‌ها اطلاع یافتند که لطیف محسود در کاروان امنیت ملی به سر می‌برد، گروهی را فرستادند تا او را برآیند و هرچند موفق نشدند، اما از طریق فشارهای سیاسی توانستند محسود را به چنگ آورند و به استخبارات پاکستان تسلیم نمایند.
در کل رحمت الله نبیل بهترین رئیس امنیت ملی افغانستان، در کل رحمت الله نبیل را بهترین رئیس امنیت ملی در منطقه جنوب آسیا می شناسند. این بود معلومات گردآوری شده توسط چینل یوتیوب AFG News در مورد رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و کسی که در حال حاضر تصمیم دارد گروهی را در مقابل طالبان ایجاد نماید و بجنگد. آرزو داریم موضوعات گردآوری شده مورد توجه و قبول شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه معلوماتی دیگر، شما را یکایک به الله منان امانت میمانم. ایام به کام همگیتان. خداوند نگهدارتان.